رو انتخاب کنم یا اون رو. و این مباحث جبر و اختیار هم که زیاد صحبت کردیم، بگذاریم بریم به این ابیاتمون برسیم. یک زمان بیکار نتوانی نشست، تا بدی یا نیکی از تو نجست. این تقاضاهای کار از بهر آن، شد موکل تا شود سرت عیان. موکل میشه مأمور. پس میگه این تقاضای کار، یعنی این نیاز برای انجام یه کاری، یا نیک یا بد، حالا اوناش هم که معلوم نیست آخرش چیه که، ولی این که ما دائم نمیتونیم بیکار بشینیم و حتما باید یه کاری بکنیم، میگه این تقاضاهای کار که به تو میرسه به وسیله همون رسولانیست که از شاه دارن میان، از اون هوشیاری به ما میاد، منتها به ما که میرسه ما این رو عرض کردم آدرس رو اشتباه میریم به زعم مولانا. میگه تو این آدرس رو گرفتی، فکر میکنی این تقاضای اینه که تو یه کاری بکنی. میگه این تقاضاهای کار از بهر آن به تو میرسد تا شد موکل، مثل این که مأمورن اینا، این تقاضاهای کار مأمورن تا تو رو سر تو عیان کنن. حالا این سر من عیانشه به درد کی میخوره تو این عالم؟ اینا صورت ظاهر ابیاته. این که اون یک خواسته ای داره، اون هوشیاری، اون خواستش رو اینطوری میتونه اعمال کنه و قدم به قدم اومدیم تا اینجا. یعنی چرا این خواسته رو داره؟ گفت معلوم نیست، حکمتش رو هیچ کی نمیدونه. حکمتش ظاهرا شاید اینه که میخواد خودش رو به ما حالی کنه، به نمایانت به ما، یعنی ما این پرده از جلوی چشمون بره بیرون، اون هوشیاری رو بتونیم ببینیم. خب این تقاضای کار برای ما میفرسته به صورت رسولان و اینها موکل هستن که سر من رو عیان کنن، یعنی این پرده رو از جلوی چشم من برداره، منتها نمی کنه این پرده رو بکشه ببره، منو وادار میکنه همه چی رو امتحان کنه و هی سرم بخوره این ورانور به دیوار تا بفهمم اینها نبوده که من رو میکشیده، جذب میکرده. پس کلابه تن کجا ساکن شود، چون سر رشته ضمیرش میکشد. کلابه میشه کلاف، این کلاف های کانوا، این خانوما گله میکنن این رو، اگه شما یه سر این کانوا رو بکشی این گله میره این ور میره اون ور. میگه تن تو هم مثل اینه، مثل یه کلافی میمونه که سر کانوا رو یه نفر داره از یه جایی میکشه، تو هم اون سر کانوا رو نمیبینی کی میکشه، ولی توی مثل این کلافه این ور اون ور میری. پس کلافه تن کجا ساکن شود، یعنی نمیشود ساکن، ما دائم باید یه کاری بکنیم. چون سر رشته ضمیرش را، یه جایی یک کسی دارد میکشد. تاسه تو شد نشان آن کشش، بر تو بیکاری بود چون جان کنش. تاسه میشه بیقراری، التهاب. قبلا توضیح دادیم، میگه این بیتابی تو، بیقراری تو که دائم میخوای یه کاری بکنی، تاسه تو شد نشان آن کشش، یعنی نشانی است از اون کششی که به تو داره وارد میشه.
مثل کلافی که سر نخشو بکشه یکی. این شروع میکنه جنب و جوش و بر تو بیکاری نشستن مثل جانکنش، یعنی جانکندن میمونه. خب تا اینجا یه کوچولو برگردم، فکر از یک عالمی دیگر به ما وارد میشه به صورت گفت رسولان شاه خرد، شاه عقل کل. این افکار در ما خیال تولید میکنه، خیال منجر به عمل و گفتار میشه، عمل و گفتار بعد گفت که برگشت داره و موقعی که ما عرضه میکنیمش به دنیا محصول خود را، این محصول میره محصولات دیگر تولید میکنه. گفت این از آن و آن از این زاید به سیر. و این دنیایی که ما میبینیم حاصل یه همچین کشش ها و کنش هاییست و این که در ما همیشه یک بیتابی هست برای این که نمیتونیم بیکار بشینیم. بیکار بشینیم مثل مرگ میمونه برام. و حالا ادامه اون بحث میگه این جهان و آن جهان زاید ابد، هر سبب مادر اثر زاید ولد. پس حاصل این